این اصلا اینطوری نیست، مستهلک شده، زمان که گذشته دیدن اسنادش اومده و هیچ مشکلی نبوده. من خواهش میکنم جوری نگین که چهره کشور مشوه بشه. این بعضی از این سازمان‌های وابسته به همین استکبار جهانی همین حرفا رو میگیرن و ما رو میبرن توی رده‌های دیگه قرار میدن. خب این که واقعیت نداره. اگر واقعیت داشته باشه که باید بره دادستان و دادگاه و بالاخره این پولو برگردونن به بیت‌المال. اصلا چنین چیزی نیست. یعنی یک دلار هم جابجا نشه، نمیتونه جابجا بشه. ببینید، مگر اینکه کشوری نفت رو خریده باشه، گشایش اعتبار کرده باشه برای بانک مرکزی، اما زده باشه زیر، اونم یه بانکی اون طرف هست که تضمین داده به بانک مرکزی، و اگر نده بانک مرکزی میره به یه مرجع بین‌المللی میگه از حسابش رو هم نمیزن حساب ما. یعنی اینقدر معتبر این شبکه‌ای که داره کار نفرنده. آقای رئیس جمهور، تو حوزه انرژی هستیم، بازی که از بحثایی که مطرح هست در خصوص بودجه که تعیین شد برای سقف واردات بنزین و گازوئیل 3000 میلیارد تومان. خب این بیشتر از اون در واقع دولت وارد کرده. وزیر محترم نفت هم در مجلس توضیحاتی دادن، ولی بنده از جناب عالی تقاضا می‌کنم که برای مردم عزیز ما توضیح بدید که اگر این برداشت بیشتر بوده تا 5000 میلیارد تومان، چرا با مصوبه مجلس نبوده؟ ببینید، اولا وزارت نفت با قانون وزارت نفت موظفه که نیازهای داخلی رو تامین کنه. همیشه هم همطور بود. و وزارت نفت لحظه‌ای باید خرید بکنه. یعنی بازار بسنجه، همیشه باید یه سقفی از ذخیره استراتژیک رو در انبارهای خودش داشته باشه. نمیتونه وایس بنزین تمام بشه بعد دیگه قوالا میری میخرید. اصلا اینکه یه مصرف مستمره که کشور که تعطیل نمیشه. ما نمیتونیم این بازار رو تعطیل بکنه ولی بریم بخریم. بنابراین با سنجش بازار به طور مستمر خرید میکنه، به طور مستمر، چون ما همشه مصرف داریم، باید دائما خرید میکنه. اینو داشته باشید. در بودجه سال 87 مجلس برای اولین بار اومد گفتش که وزارت نفت از هیچ جای دیگه غیر از این 3000 میلیارد تومان نمیتونه خرید بکنه، چون اساسش پول داده نمیشه که معاوضه میشه. یعنی نفت خام میده وزارت نفت، معادل قیمتی بنزین میگیره میاره تو، پولی رد و بدل نمیشه میشه. اما در حساب ها معادل پول درج میشه، اما پولی رد و بدل نمیشه. اینا میگن مثلا ما 100000 مشکل دادیم اینقدر بنزین گرفتیم، 20000 مشکل دادیم اینقدر جاش بنزین گرفتیم. اتفاقی که افتاد این بود امسال، خب یه قیمت ها رفت بالا، بعضی ها فکر کردن که دیگه الان قیمت ها رفت بالا چه اتفاق افتاده در کشور. خب دولت حساب دزش هست، میدونه چقدر مصرف میشه و چقدر باید وارد بشود و چقدر ذخیره بشه. زمینی که ذخیره استراتژیک ما داشتیم و میتونیم بخشش رو مصرف رو کنیم، این ضرورتی نداره ما در اوج قیمت بریم معاوضه بکنیم برای بنزین. توجه داشته باشیم، هیچ ضرورتی نداره. از اون طرف مجلس محترم، بعضی از دوستان در مجلس تصور کردن که الان دیگه رفته و باید لایحه بیاد. من گفتم ضرورتی نداره، بذارید زمان بگذره، بعد ما محاسبه میکنیم میاریم. یه مدل عجله شد اینجا. خب از وزارت نفت خواستن، وزارت نفت هم تصور کرد الان قراره یه چند میلیارد پول بهش بدن، میگیم ما بگیم 6 میلیارد، میگیم 5 میلیارد، بالاخره با بالاترین قیمت. در حالی که اگر حساب بکنید شما از اول سال تا حالا گازوئیل و بنزینی که خریداری شده با قیمتی که هست، متوسط قیمت سال، بزنیم، ما یه چیزی حول و حوش همون 3000 میلیاردی که مجلس گذاشته هزینه کردیم. دقت کنید، چیزی بیشتر هزینه نشده. ما مثلا که بیشتر هزینه کردم، میگیم مثلا ما دولت هنوز قبول نکرده از وزارت نفت، میگیم اشکال نداره شما اسنادتون رو بیارید، اگر بیشتر هزینه شده بود ما لایحه میدیم به مجلس. دقت کنید، خودی خود عجله میکنن، بالاخره نوسان داره قیمت، مصرف هم نوسان داره. اجازه بدید ما مدیریت بکنیم، اگر واقعا بیش از اون میزانی که قانون پیش بینی کرده مصرف شد یا نیاز به مصرف بود، خب خود دولت لایحه میبره دیگه، کار دیگه نمیتونیم. ما که نمیتونیم بگیم بدون بنزین بذاریم مردم. اجازه نداشت که مجلس در جریان باشه؟ نه، هنوز ما از اون سقف نزدیم بالا. یعنی دولت هنوز قبول نکرده که از اون سقف بالا. دقت کنید،
یه اشتباه مدیریتی است داره اتفاق میفته تو کشور. باید بذارم دولت مدیریت خودشو بکنه. خب اگر حسابرسی میشه بعدن دیگه، اگر بیشترش خب دولت داره میبره دیگه به وقتش دیگه. خب مگه چه اشکال مثلا دولت مگر چه مشکلی داره که لایحه ببره مجلس؟ نه خب دولت لایحه میبره مجلس، میگه آقا بنزین پیش بینی این بوده، قیمت رفته بالا، اینقدر شده دیگه، خب از یه جایی باید تامین کنیم دیگه. دولت خودش پولی نداره که بذاره، تمام بندهای بودجه معلومه کجا باید هزینه بشه. دولت که نمیتونه